سلام همگی. خب من سریع میرم سر اصل مطلب. مرسی. آرمین و بابک یه سوالی داشتم. ها اول اینو بگم، این دوستمون کاوه یه نقدایی به اسکپتیک کرد که منم دقیقا همین نقدا رو داشتم. هر حرفایی که من میخواستم بزنم و این دوستمون بهتر از من زد، من دوباره تکرار نمی کنم. ولی این حرفی هم که شما زدین، این که تابو شکنی باید بشه و اینا، اونم حالا اونم قبول دارم و باید بهش یکم فکر کنم اینکه درست بوده یا نه اینکه از اون اصطلاحات استفاده کرده. ولی سوال من اینه که نظرت راجع به معافیت‌های مالیاتی که سازمان‌های مذهبی دارن چیه؟ اینکه خوبه، بده، میتونه بهتر باشه؟ حالت ایدئالش به نظر شما چه جوریه؟ یعنی این چیزی که حمایت‌های مالی که این سیستم مؤسسه مذهبی میشن از حکومت، تکس اگزمپشن، آها، معافیت مالیاتی، من مخالفشم به خاطر اینکه من توی آمریکا مثلا، حالا من نمیدونم کشورهای مختلف چجوریه، خب من آمریکاشو مثال میزنم. خب توی آمریکا همه شرکتایی که 501c باشن معافیت مالی دارن. خب یعنی همه شرکتایی که چریتی، به طور رسمی چریتی هستن. چریتی چی میشه فارسیش؟ خیریه. خب چه شما مذهبی باشین چه مذهبی نباشین، خب یعنی معافیت مالی، یعنی مثلا کلیسا و مسجد و اینا هم اگه معافیت مالی میگیرن به خاطر 501c بودنشه. خب ولی اونا یه امتیازهایی میگیرن که بقیه 501c ها، بقیه خیریه ها نمیگیرن. بقیه خیریه ها باید حسابداریشون رو بیان به طور شفاف نشون بدن، باید بیان اثبات بکنن که کارهایی که دارن میکنن مثلا برای جامعه مثلا سودی داره. ولی یعنی باید همه اینا رو رسما باید چیز کنن، بذارن، نمیدونم چی میشه، فایل بکنن با دولت و اینا. ولی این خیریه های مذهبی، اونا که معاف میشن از مالیات، اونا شرایطشون بسیار، شرایطی معافیت بسیار کمتره و من به شدت مخالف این هستم. یعنی اگه معافیت دقیقا این خیریه های دینی دقیقا مثل بقیه خیریه ها بود، اون وقت به نظر من مشکلی نداره، میتونن اینا معاف بشن از مالیات به شکلی که بقیه سازمان های غیر دینی هم به همون اندازه بتونن از این استفاده بکنن. ولی چون امتیازهای اون مؤسسات های دینی دارن که بقیه ندارن، این به نظر من خلاف سکولاریسم هست. امتیازهای دین داره میگیره از حکومت که بقیه نمیگیرن و من با این مخالفم. آها، پس درک من از قانون یکم اشتباه بوده. من فکر میکردم که مثلا یه مسجد به صرف مسجد بودن یا یه کلیسا به صرف کلیسا بودن از مالیات معاف میشه، نه به خاطر خیریه بودنشون. آره نه، پس اینا برای علاوه بر بفهم. بگو. نه بگو، ببخشی شرمنده. پس اینا علاوه بر این فعالیت مذهبیشون باید فعالیت خیریه هم داشته باشن که معافیت از مالیات بشن؟ نه، خب اینا ادعا این هست که اینا کارهای مذهبیشون خودشون خیره. میدونی از میشه و به این یعنی نمیدونم. آره البته یعنی اینش هم درست نیست. ببین یعنی ما مثلا یه خیریه دیگه باید مثلا به چه میدونم کارتون خوابیا کمک بکنه یا اینکه یه چیزی رو آموزش بده. خب اینها اینم یه متاسفانه اینم امتیازشون این هست که یه مقدار از این کارها میکنن، ولی اگه مثلا دارن تبلیغ مسیحیت هم میکنن، اینم جزء کار خیر حساب میکنن. خب در صورتی که بقیه خیریه ها وقتی میخوان اثبات بکنن که دارن کارهای خیریه میکنن، یه چیزی هست که تو این دنیا هست، یه چیزی هست که ما سودشو برای جامعه داریم اثبات میکنیم، ولی اونا اینم یه امتیازی هست که اونا دارن میگیرن که واقعا به حق نیست. به خاطر اینکه اگه شما قبول بکنین که کاری که اونا دارن میکنن خوبه، من جدا از فعالیت هایی که دارن برای جامعه میکنن، یه جوری حکومت داره دینشونو
به رسمیت میشناسه، انگار که الان مثلا تبلیغ اسلام و تبلیغ مسیحیت و تبلیغ چه میدونم هر دین مزخرف دیگه ای دولت داره تایید میکنه که تبلیغ این یه کار خیره. خب اینم من از این لحاظ من باش مخالفم. یعنی من میگم این مسجدها و این کلیساها باید مثل بقیه خیریه ها بتونن اثبات بکنن که برای جامعه دارن یه کار جدا از فعالیت های مسیحی و اسلامیشون میکنن که بتونن این معافیت رو بگیرن. پس من درکم از قانون همچین اشتباه هم نبوده. آره. و یه سوال ولی خیلی مسخره است. یعنی آره. هر جور فکر میکنم نمیدونم توجیه کنم اینو تو ذهنم. یه سوال، سازمان شما جمهوری بی خدایان مثلا بخواد این معافیت مالیاتی رو بگیره، فکر میکنی میدن اینو؟ دادن. ما هستیم، ما 501c هستیم تو امریکا. بس خوبه. بعد باید شما انگار اثبات بکنین که مثلا کارهای خیریه و اینا انجام میدین یا نه؟ بله، من برای همین سوزانه رو سی او کردم، برای اینکه همین کارا رو من حوصله این کارا ندارم. سوزانه داره این کارا رو انجام میده. بله. دستش هم درد نکنه. شما حساب بدم، سوزانه هم شدیداً فعاله تو این مثلا. بیشتره. خیلی زیاد. الان ما شما رو حساب بدیم پول می‌ریزید برامون؟ ما خودمون برشکست داریم میشیم چه جوری شما آره، ما خیلی شما باید پول بریزید. ما خیلی بیان عضو پتریون شین. ما خیریه شما نمیدونی خیریه نمیدونی چه جوری کار میکنه. خیریه ما خیریه شدیم که بقیه به حساب ما پول بریزن. بله خودشون نیازمندن بابا. بابک چی میخواستی؟ نه دیگه هیچی دیگه، خواستم بگم دیگه بدونن که چون خیلی میگفتن میشنبن مثلا ما از دولت ها حمایت میگیریم، مثلا همین ATC پابلیک، حالا چون ثبت رسمی هم شده زیاد من خودم شنیدم این بر اون بر که میگن مثلا ما اگه جای خاصی حقوق هم میگیریم. واقعا اینجوری نیست بچه ها. این تا الان که ATC پابلیک کار میدونم عملا با هزینه شخصی خودش خیلی ها اصلا، یعنی عملا با اون چرخون دیگه رو پانه گرداشت اینا و هزینه‌های خیلی زیادی هم داره. اوکی. تا چندین سال پیش من فقط جان بگو هیچی، من می‌خواستم خدافظی کنم. دستم درد نکنه.